درس شماره 3. حالا در این قسمت فقط نوع چیدن ورقا رو براتون یاد میدم. البته هر دو دوست دارید میتونید بچینید. میتونید 6 تا بالا بچینید، 6 تا پایین بغل هم بچینید، هر جور دلتون خواد. من این روش رو پیدا کردم، مثل ستاره شناسی دیگه، برج هاست. منتها اینجوری اگه خواستید بچینید، یه دونه میذارید وسط که یعنی بعد دفعه دیگه توضیح میدم معنیش چیه. یه دونه میذارید وسط، بعد ورقا را به ترتیب از برج تولد هر کس که هست شروع میکنید، چون ببینید 12 تا دورش، برعکس عقربه ساعت میچینید تا برسه دوباره به ورق اولی. خب حالا ورق اول وسط یعنی کلن هست دیگه، یعنی موقعیتتون، زندگیتون، هر چی که الان هست. البته روی این ورقا حساب نکنید، چون شما میچینید ورقای دیگه خواهد اومد و در ضمن هر کدوم از این ورقا تک به تک اصلا معنی داره و در ضمن بر ترکیب با ورقای بعدی معنی دیگری هم داره که بعدم بهتون با دقت توضیح خواهم داد. ورق وسطی جنراله، یعنی کلن الان و حال و آینده، هر چی که دارید و آخرش چی میشه به طور کلی. ورق اولی که من مثلا اینجا با شمشیر شروع کردم، خب مثلا حالا کار ندارم چیه، یعنی موقعیت الانتونه. خب میتونست خیلی خوب باشه، میتونست خیلی بد باشه، میتونست آرزوتون باشه، هر چی دلتون میخواد. ورق دوم یا قسمت دوم، اینجور بگم، در رابطه با پول، مادیات، درآمد. قسمت سوم که الان جمعه دو نفر استادن زیر تاج گل، قسمت همسایه هاست، حیوانات اهلی، برادر خواهر، مسافرت های کوتاهه. قسمت چهارم که واندا چوگانه را به دوش میخواد بکشه، خونه، منزل، ملک و املاک، پدر و مادره. قسمت ششم سلامتیه، از نظر سلامتی چی میشه از این حرفا، البته بیشتر توضیح خواهم داد استپ بای استپ. قسمت هفتم قسمت ازدواجه، قسمت اتحاده. قسمت پنجم در ضمن در رابطه با عشقم هست. خب قسمت پنجم به بچه‌ام مربوطه، به عشق مربوطه. قسمت هفتم ازدواج، قسمت ششم هشتم سلامتی مرگ و میره، قسمت نهم مسافرت های طولانی، تحصیلات عالیه. ببینید روبروش که قسمت سوم تحصیلات نه عالی، مدرسه اکادمیک نیست ولی تحصیلات پایینه، ولی روبروش که قسمت نهمه مسافرت های خارجی، تحصیلات عالیه و دادگاه یا هر چیزی که به قانون مربوطه، منظور جرم و جنایت اینا نیست. قسمت دهم بیزنسه، شغله، هر چی که در رابطه با شغل میاد. قسمت یازدهم دوستانتونه، همنشیناتونه، خوب یا بد. قسمت آخر آرزوتونه که بالاخره در میاد یا نمیاد. همه اینا را به ترتیب براتون توضیح خواهم داد به ترتیب، ولی باید یاد بگیرید. اینقدر فاصله میدم، فرصت میدم یاد بگیرید. و در ضمن ورقای متفاوت تاروت هست، من اینو انتخاب کردم چون از اول ایرانم که بودم روی اینا کار میکردم و در ضمن عکساش یه جوری که میتونم توضیح بدم وقتی که کسی براش میخونم، میگم ببین این مثلا، میگم مثلا ورق دوم سه تا جام بلند کردم، مثل جشن شادی، سرور، در رابطه با احساسم هست. ببینید موفقیت، جشن گرفتن، چون کاپ دیگه نه. البته میگم مال شما ممکنه کاملا فرق بکنه. اوکی، تا جلسه چهارم.